آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که جهان در مبارزه مرگ و زندگی در انتظار آشفتگی آب و هواست. وی 20 کشور ثروتمند جهان را متهم کرد که به اندازه کافی کاری برای جلوگیری از گرمایش جهانی انجام نمی‌دهند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده، مسلمانان در جامعه آمریکا در حال پیشرفت هستند و آنها نسبت به سایر ساکنان این کشور بیشتر احتمال دارد که یک کسب و کار راه اندازی نموده و یا تمام وقت کار کنند. طبق گزارش مؤسسه سیاست اجتماعی و تفاهم ISPU، مسلمانان در ایالات متحده که 25 سال یا بیشتر دارند نسبت به سایر آمریکایی ها بیشتر احتمال دارد که مدرک دانشگاهی دریافت کنند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 8% از مسلمانان آمریکایی خود اشتغال یا صاحب کسب و کار خود هستند. رسانه‌های هندی به نقل از مقام‌های هواپیمای این کشور اعلام کردند روز گذشته دوشنبه یک هواپیمای خطوط هواپیمایی ماهان ایران وارد آسمان این کشور شده و به علت تهدید به بمب‌گذاری خواستار فرود اضطراری در فرودگاه دهلی نو شد. بنابر گزارش این رسانه‌ها، این پیام تهدیدآمیز ساعت 9:20 دقیقه روز دوشنبه به وقت محلی به پلیس دهلی ارسال شد. هنوز ارسال کننده یا ارسال کنندگان این پیام تهدیدآمیز و اهداف این اقدام مشخص نشده است. کانجی اینوکی، ورزشکار سرشناس ژاپنی در رشته کشتی کج، اول اکتبر 2022 در سن 79 سالگی درگذشت. وی که بعد از مسلمان شدن و گرویدن به مذهب تشیع در سال 1990 میلادی نام خود را به محمد حسین اینوکی تغییر داده بود، به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا هم مشرف شده بود. او اولین آسیایی تبار بود که لقب قهرمانی مسابقات WWF آمریکا را به دست آورد. دولت سومالی اعلام کرد عبداللهی نادر، یکی از مؤسسان گروه شبه نظامی سنی تندروی الشباب را در عملیات مشترک با شرکای بین المللی کشته است. نیروهای امنیتی سومالی از دستاوردهای عملیات هفته‌های اخیر خود در مقابله مشترک به همراه گروه‌های دفاع شخصی محلی با شبه نظامیان الشباب خبر دادند. مهند عبادی، رئیس بخش اندیشه و فرهنگ در آستان مقدس علوی، از اهدای 50,000 کتاب خطی از سوی آستان مقدس رضوی به کتابخانه روزه حیدری خبر داد. وی در ادامه افزود تا به این لحظه 56,092 کتاب خطی دریافت کرده ایم تا پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و علاقمندان بتوانند در تحقیقات خود از این منابع استفاده کنند.